مرحبا ارکاداشدار ناسونسونس من باید سیزلر شخصی زمیرلرینی ارتمک استیارم سلام دوستان حالتون چطوره؟ من امروز میخوام زمیر شخصی رو بهتون آموزش برم ولی قبل از اینکه درس جدید رو با هم شروع کنیم بریم تمرین های درس اعداد رو با هم ببینیم بریم لگلین؟ دوستان، هر کدوم از زمیرها یه سری پسفند داره چهار تا پسفند میبینیم که هر کدوم از این پسفند مربوط به یه دسته از حروف صدادار و بی صدا میشه اوکی؟ برای اینکه بدونید حروف صدادار و بی صدا چیه لطفاً برید این درس رو ببینید برگردیم به همین درس. چهار تا دسته داریم آ ا ا ا ا ا ا یادتون باشه اینا حروف صدادار بودن که به چهار تا دسته تقسیمشون کردیم هر دسته پسوند مخصوص خودش رو میگیره با زمین بند شروع میکنیم ام مربوط به دسته اول میشه یعنی اگه ما کلمه ای داشته باشیم اسمی داشته باشیم که از آخر اولین حرف صدادارش جز دسته آ و ا باشه پسوند ام میگیره اگه او ای باشه ایم او و او باشه اوم او و اون باشه اوم حالا این یه که گذاشتم توی پرانتز چیه؟ بچه اگه دقت کنید یه رو توی پرانتز گذاشتم وقتی یه توی پرانتز میبینین اصطلاحا بهش میگیم یه میانجی یعنی وقتی اسمی مثل ارنجی با حرف صدادار تموم میشه چون پسمند ما هم با حرف صدادار شروع میشه و دو تا حرف صدادار کنار هم خونده نمیشن پس یه حرف بی صدا باید بین اینا باشه که بهش میگیم یه میانجی توی مثال بیشتر براتون توضیح میدم بریم پسفنده سن رو ببینیم سن یعنی تو پسفنداش هم باز بربوط به هر دسته تقریم میکنه سن سین س س سین. سین،, 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 سین زمیر او میبینید که خط تیره گذاشتم یعنی هیچ پسفندی زمیر او نمیگیره مثل او توی فارسی او توی فارسی هم پسفند نمیگیره مثلا اون دانش آموزه هیچ پسفندی نمیگیره او اورنجی ولی اگه بخوایم با سن یا بن بگیم سن ارنجی سین بن اورنجی ولی او ارنجی هیچ پسفندی نمیگیره زمیر بعدی زمیر بیز یعنی ما پسوندی که میگیره از ایز از, از از بازم یه میانجی گذاشتم چرا واسه این پسفند ها هم یه میانجی گذاشتم؟ چون خود پسفند ما با حرف صدادار شروع میشه ا داریم، ای داریم، او داریم، او داریم چون با حرف صدادار پسوند شروع میشه مثلا مثل سن نیستش که با س شروع شه با ا، ای، او, او، شروع میشه یه میانجی میذاریم پشتش زمیر سیز یعنی شما سنز سینیز سنوز سنوز همونطور که میدونید همونطور که توی فارسی هم هستش شما رو هم میتونید به جمع خطاب کنید یعنی سیز که چند نفر باشن بگید شما هم میتونید در حالت محترمانه ازش استفاده کنید وقتی با کسی رو درواسی دارید یا توی محل کار هستید همیشه توی فارسی هم ما همینطوری میگیم شما خوب هستین یا شما حالتون چطوره که میتونیم از سیز هم واسه جمع استفاده کنیم هم واسه حالت محترمانه آخرین زمین که اون لار هستش به معنی آنها کلا یا لار میگیره یا لر میگیره لار میگیره لر میگیره می می زمانی که حروف صدادار کلون داشته باشیم لار میگیره زمانی که حروف صدادار اینجا داشته باشیم لر میگیره لار لر می لار لر بریم حالا با هم یه سری مثال رو حل کنیم تا بیشتر براتون جا بیفته ارنکلر دو مدل مثال براتون زدم یکی با صدادار کالون زدم یکی با صدادار اینجا براتون زدم اول با حروف صدادار کالون که مثال زدم میخوام براتون توضیح بدم کل زمیرها رو میبینید که اینجا نوشتم یعنی با هر زمیر و یک اسم من اون مثال رو زدم تا بدونید که از پسوند همه زمیرا چجوری باید استفاده کنید من شیشمانم چرا ام گرفت؟ چون وقتی شیشمان رو به تنهایی که نگاه کنید از آخر اولین حرف صدادارش آه و جز دسته آ آه, اه پس پسفند ام میگیره آخرین حرفش هم که نه نه صدادار نیستش بی صدای پس از یه میانجی استفاده نمی کنید. سن شیشمان سن دیگه دستمون رو یاد گرفتیم میدونیم که کلمه شیشمان جزا دسته آوه پس پسفنده ای انتخاب میکنیم که مربوط به همون دسته باشه سن شیشمان سن تو چاق هستی او شیشمان او چاقه یا او چاق است میبینید که پسوند نداریم شیشمان خالی نوشتم بیز شیشمان نز بیز شیشمان هست ما چاق هستیم سیز شیشمان سونست شما چاق هستید اونلار شیشمان لار بازم لار گرفت چرا چندرز دسته کلون ها بود اگه اینجا بود لر میگرفت. اگه کلون باشه لار میگیره مثل اینجا آنها چاق هستند. حالا ارنه که بدی یا مثال بعدی که براتون زدم هم اینجا است هم آخرین حرفش صدا داره همین که موقعی که داشتم درس میدادم بهتون از کلمه اورنجی مثال زدم ازش استفاده کردم و منم اینجا نوشتم تا بیشتر براتون جا بیفته بن یم بن اینجا از یه میانجی استفاده کردیم چون آخرین حرف اورنجی ای یعنی صدا داره همچنین برای اینکه دستش رو تشخیص بدیم از آخر نگاه میکنیم اولین حرف صدادار که همون آخرین حرف هم هست اولین حرف صدادار ما از آخر ایه پس جاز دسته او ای و اینجا هست ارنجی من دانش آموز هستم یا دانشجو هستم سن ارنجی سین او ارنجی بیز اورنجیز بیز اورنجیز باز هم از یه میانجی استفاده کردیم سیز اورنجی سینیز شما دانش آموز هستین اونلار اورنجیلر آنها دانش آموز هستند یا دانشجو هستند خب بریم یه معرفی داشته باشیم یه معرفی رو بهتون توضیح بدم که هم یاد بگیرید چجوری خودتون رو معرفی کنید هم بتونید از زمایر شخصی بیشتر استفاده کنید کیشی سل بیلگیلریم اطلاعات شخصیم آدم سایادم نام و نام خانوادگیم زینب گیرتر زینب گیرتر زینب همون زینب میشه گیرتر یه فامیلیه که ترکی هستش و نمیتونیم به فارسی ترجمهش کنیم پس آدم سایدم زینب گیرتر نام نام خانوادگیم زینب گیرتر وترینریم دامپزشک هستم وترینر تا اینجا تا قبل از ایم یعنی دامپزشک ایم پسوند شخصی منه که خواسته بگه دامپزشک هستم یا دامپزشکم پس اینجا میبینیم که پسوند شخصی رو استفاده کرده وترینریم دوم تاریخیم تاریخ تولدم سفر سکیز سفر سکیز بین دوکسان ایکی دوم تاریخیم تاریخ تولدم 08 08 1992 Telefon numara Şamare telefona 0566 777 20 20 دقت کنید به نکته هست یه نکته هستش که باید الان دقت کنید اونم اینه که مثل انگلیسی شما نمیتونید اعداد و یه دونه یه دونه یا دو تا دو تا یا مثلا با هر تعدادی که دلتون بخواد بخونید همین 1992 رو شما نمیتونید بگید 1992 یا اینو نمیتونید بگید 0566 باید کامل خونده بشه اگه چهار رقمی باشه همونطوری با هزارگان میخونیم بین دو بازم اگه اینجوری باشه یا سرقمی باشه 566 777 الات، پس هر چی که میبینید به هر تعدادی که نوشته شده همونطوری هم بخونید نمیتونید جدا کنید اعداد رو حتی برای تاریخ تولد و شماره تلفن دوست عزیزم همین فرمت و همونطور که بهتون گفتم اسم و فامیل خودتون رو شغلتون و تاریخ تولدتون رو جایگزین کنید داخل همین فرمت و لطفا کامنت بذارید بر من حتما میام چک می کنم کامنت ها رو و اگه ایرادی داشته باشید ایرادتون رو میگیرم خب دوسته عزیزم اینم از درس امروزمون لایک و کامنت یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید تمرینی که بهتون گفتم و حتما انجام بدید چون من حتما چک میکنم و ایراداتتون رو میگیرم گرشی روز تا جلسه